سرخط خبر. هشدار وزارت بهداشت ایران درباره بلا تکلیفی و سلامت روانی کنکوری ها. نمکی میگوید اگر آزمون را لغو نمی کنید زودتر برگزارش کنید. پایان حمله مسلحانه به زندان جلال آباد بعد از 22 ساعت درگیری. وزارت دفاع افغانستان میگوید همه مهاجمان کشته شدند. انتقاد دمشق و آنکارا از توافق نفتی آمریکا با نیروهای دموکراتیک سوریه. ترکیه میگوید حمایت مالی از تروریسم است. و 2 سال بعد از سقوط مرگبار پل موراندی در جنوا، پل جدیدی با بزرگداشت یاد قربانیان افتتاح شد. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. وزیر بهداشت ایران میگوید ماها پیش 3 رقمی شدن آمار مرگ و میر کرونا همزمان با بازگشایی مشاغل را پیش بینی کرده و به رهبر ایران هم در این باره هشدار داده. آقای نمکی در این حال گفته با توجه به شیوع همزمان آنفلانزا و کرونا در فصل پاییز، کنکور یا باید در موعد خود در تابستان برگزار شود یا اصلا برگزار نشود. این در حالی است که بسیاری معتقدند برگزاری کنکور باعث شدت گرفتن شیوع بیماری در کشور خواهد شد. باران عباسی گزارش می‌دهد. راهی گورستان، نقطه پایان برای یکی دیگر از قربانیان کرونا در ایران. روال عادی این روزها در بسیاری از بیمارستان‌ها. در کشوری که شمار روزانه جانباختگان از 200 نفر فراتر رفته. وضعیتی که وزیر بهداشت میگوید از ماها قبل پیش بینی کرده بود. سعید نمکی در جلسه ای با کمیسیون آموزش مجلس گفته در نامه‌ای به رهبر در این باره هشدار داده بود. همان زمان که تعداد مرگ و میر روزانه کرونا در کشور به حدود 30 نفر رسیده بود، به سمت تک رقمی شدن می‌رفتیم. اما برای ما کاملا واضح بود که هر نوع بازگشایی ممکن است تبعاتی داشته باشد. این در حالی است که رئیس جمهوری بعد از یک دوره کوتاه تعطیلی بارها از موفقیت در کنترل ویروس گفته بود. پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم در این مدت و تقریباً به مرز مهار رسیدیم. وا حسینا، نمی‌دونید این ماهواره‌ها چه خاکی به سر می‌کنن، چه عصبانیتی. میگن رئیس جمهور ایران گفته وضع ما از اروپا بهتره. خب بله بهتره. چند ماه بعد از این سخنان بسیاری از استانها در وضعیت قرمزند، از جمله تهران، البرز، مازندران، گلستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، لرستان، فارس، اصفهان، ایلام، خراسان رضوی و خراسان شمالی. به گفته وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته حدود 2600 بیمار جدید شناسایی شده و 215 نفر هم جان باختند. آمار رسمی مبتلایان از 312 هزار نفر فراتر رفته و بیش از 17 هزار نفر هم جان باختند. با این حال، اعمال قرنطینه همچنان گزینه مورد نظر دولت نیست. چند روز بعد از کنکور دکترا، اولین آزمون سراسری در دوران کرونا که با انتقادهای زیادی همراه بود، حالا اختلاف بین بعضی از مقام‌ها درباره برگزاری کنکور سراسری، آزمونی که وزیر بهداشت می‌گوید باید انجام شود. با وجود احتمال سخت بودن شرایط فصل پاییز و همگیری آنفلانزا همزمان با شیوع کرونا، یا نباید کنکور سراسری را برگزار کنیم یا به تعویق انداختن آن به امید روزهای بهتر کار درستی نیست. سخنانی نشندان امیدوار کننده برای کسانی که میگویند برگزاری کنکور بازی با سلامت دانش آموزان است. اولویت دولت اما به نظر میرسد همچنان بازگرداندن زندگی به شکل پیش از شیوع کرونا است. چه با برگزاری کنکور باشد و چه مراسم مذهبی و چه ادامه کار کسب و کارها. سیاستی که اگر ماها پیش راه دیگری در پیش می گرفت، شاید سفرهای هر روزه به گورستانها به اندازه این روزها نبود. باران عباسی، بی بی سی. از محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در مشهد، پرسیدم آیا با توجه به نگرانی ها درباره برگزاری کنکور، دولت در اصرار برای برگزاری آزمون سراسری کار درستی انجام می‌دهد؟
متاسفانه باید بگم که در این مورد خاص نظرهای تخصصی متفاوت رو دیدم، هم از طرف کسانی که میگن برگزاری کنکور با رعایت پروتکل ها میتواند به ادامه تحصیل و دانشجو پذیری و فارغ التحصیل کردن دانشجویان کمک بکنه و به چرخه تولید علم، و هم از دغدغه های متخصصینی که این شرایط ممکن است به شیوع کرونا و یا به مرگ و میر افرادی که در کنکور شرکت میکنن منتهی بشه. هر دو طرف دغدغه هاشون محترمه و نمیشود به راحتی بر اونها چشم پوشید. مثلا در همین کنکور دکتری من خودم شاهد بودم و مشاهده میکردم که عده‌ای رفتم حوزه رو دیدم با فاصله 1.5 متر بیشتر، 1.80 متر، و تمام پروتکل ها هم رعایت میشد. دم درم که میخواستن وارد بشن چک میشدن، با دمای بدنشون کنترل میشد و تمام پروتکل ها رو رعایت میکردن. اما این نافی این نیست که با رعایت همه این پروتکل ها ممکن اصلا دو تا آدم هم بلوان دوست یا رفیق همو ببینن و به هم نزدیک بشن، کما اینکه شاهدش بودم که رفقای دوره دانشجویی با هم دیگه صحبت میکردن، نزدیک میشدن، گفتگو میکردن، بعد که از کنکور میامدن بیرون برای هم توضیح میدادن. بالاخره اینا چیزاییست که متداوله و اینا رو نمیتونیم بگیم که اتفاق نمیفته، کما اینکه متاسفانه در سطح شهر به صورت عادی و به کرات من شاهد این نوع برخوردهای نزدیک هستن که مردم رعایت نمی‌کنن. این رعایت نکردن افراد یک مسئله است، اما در این حال خب تصمیماتی که دولت میگیره در مورد تجمعات بزرگ، چیزی که مثلا امروز انجمن اسلامی پزشکان هم در موردش هشدار داده. انجمن اسلامی، من نامه انجمن اسلامی پزشکان رو خوندم. انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران جزء تقریبا تیم‌های حامی دولت بودن از گذشته. حرفایی هم که تو این نامه زدن بیشتر اشاره غیر مستقیمی به مجموعه هایی داره که غیر تخصصی و غیر علمی در مورد موضوعات اجتماعی و در حقیقت با راهبرد سیاسی به قضیه نگاه میکنن و اعلام نظر میکنن. اون کسانی که مثلا در مجلس میان میگن که حتی اگر یک نفر هم بخواد در کرونا مثلا جان ببازد ما اجازه نمیدیم. اینا بحثایی است که کاملا راهبرد سیاسی داره. این آدم ها اگر واقعا نظرشون این است که به پروتکل ها توجه بکنن، حداقل می توانستن بعد از اینکه مقامات جمهوری اسلامی از جمله رهبری گفتن که همه اتفاقاتی که در ایام سوگواری باید بیفته باید با نظر متخصصین و مسئولین مرتبط با کرونا اعمال بشه و اگر اونا گفتن شرکت کنید شرکت کنید، اگر گفتن نکنید نکنید، ولی اینا یک کلمه در تأیید این سخن حرف نزدن. اینا نؤمن و به بعض و نکفر و به بعضن. هر جا دلشون میخواد حرفای رهبری رو گوش میدن یا حرفای مقامات رو گوش میدن، هر جا هم دلشون نمیخواد اصلا نمیشنون. متاسفانه با مقوله کرونا هم داره سر جان مردم و در سر آرامش مردم داره یک نوع دعوای سیاسی در میگیره. یه عده‌ای میخوان مشکلاتشون رو از این طریق سر دولت یا از دولت سر یه عده‌ای از مخالفین خودش خالی کنه. محمد صادق جوادی اسار بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات پاکسازی زندان ننگرهار که از دیروز شروع شده بود با کشته شدن تمامی 10 مهاجم به پایان رسیده. مسئولیت این حمله رو که به گفته مقام‌های محلی در نتیجه اون 29 نفر از جمله چندین غیر نظامی و زندانی کشته شدند، گروه داعش پذیرفته. علی حسینی از کابل گزارش میده. حمله گروهی جنگجیان حوالی ساعت 7 عصر دیروز آغاز شد با تاکتیک تقریبا همیشگی. در ابتدا انفجار موتر بم گذاری شده و سپس هجوم جنگجیان. شماری از آنها وارد یک ساختمان 5 طبقه شدند و چند نفرشان هم داخل زندان شدند. بلا فاصله بعد از انفجار اول شمار زیادی از مردم را دیدم که زخمی روی زمین افتاده بودند. از محل خارج شدم، نمی توانستم به زخمی ها کمک کنم چرا که پشت سر هم انفجار می شد. خانه نیروهای امنیتی آباد که آمدند و اوضاع را کنترل کردند. در زندان جلال آباد حدود 2000 نفر از جمله جنگجویان طالب و داعش زندانی بودند.
گفته شده شماری از زندانی ها فرار کردند و برخی دیگر دوباره بازداشت شدند. داخل زندان بعضی ها تیر خوردند و زخمی شدند. نمیفهمم حالا زنده هستند یا نه. با ما میگفتند که بیرون شوید، چرا اینجا نشسته اید؟ ما را کشان کشان بیرون بردند. ببینید لباسم در همین کشمکش پاره شده. مجبور شدیم به خاطر نجات جانمان بیرون شویم. با طولانی شدن حمله، محمد یاسین ضیا رئیس ستاد مشترک ارتش به جلال آباد رفت. وزارت دفاع گفته که آقای ضیا به محل جنگ رفت تا عملیات پاکسازی را رهبری کند. حمله دیروز در سومین روز عید قربان و آخرین روز آتش بس بین طالبان و دولت افغانستان رخ داده. طالبان دست داشتن در آن را رد کردند. گروه داعش اما مسئولیت آن را بر عهده گرفته. ننگرهار ولایتی است که داعش در افغانستان از آنجا اعلام موجودیت کرد. پناهگاه اصلی این گروه هم تا مدتی همین ولایت بود. از دید دولت افغانستان حالا کمر داعش در این کشور شکسته شده. دست کم 6 رهبر و مقام بلندپایه آن کشته و دستگیر شدند. از جمله 2 روز پیش امنیت ملی اعلام کرد که اسدالله اورکزی مسئول عمومی استخبارات گروه داعش در افغانستان را در ولایت ننگرهار کشتند. حمله دیروز دست کم بیانگر 2 موضوع است. طالبان هم اگر در آتش بس باشند جنگ ولو کم ادامه دارد. و دیگر اینکه داعش با وجود اینکه دولت میگوید کمرش شکسته شده همچنان در افغانستان نفس میکشد و میکشد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. ترکیه از توافق یک شرکت نفت آمریکایی و نیروهای دموکراتیک سوریه که اکثریتشون کرد هستند انتقاد کرده. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفته این توافق حمایت مالی از تروریسمه. آمریکا از شبه نظامیان کرد در شمال سوریه حمایت میکنه، اما ترکیه میگه این گروه با شبه نظامیان کردی که در خاک ترکیه میجنگند ارتباط نزدیک داره. دولت سوریه هم این توافق نفتی رو نقض حاکمیت ملی این کشور و غارت منابع اون توصیف کرده. برای بحث بیشتر در این مورد علی سعدزاده با ما هست، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه. آقای سعدزاده، ترکیه ناراحت هست، سوریه ناراحت هست، عملاً اینها چه اهرمی در اختیار دارن برای اینکه نگذارن این توافق پیش بره؟ اهرم چندانی ندارن، چون اگر به خاطر داشته باشید یک سال قبل که آقای ترامپ اعلام کرد که نیروهاش از سوریه خارج میکنه، همون زمان اعلام کرد بخشی از نیروهاش رو برای حفظ به اصطلاح حوزه های نفتی در سوریه باقی میگذاره. 500 به اصطلاح جنگنده آمریکایی. ظاهرا این قراردادی که الان به اصطلاح نیروهای کرد سوری با شرکت آمریکایی که در ایالت دلاور آمریکا هست بستن، یه برنامه دراز مدتی است. همون یک سال قبل هم آقای ترامپ میدونست که برای پشتیبانی از به اصطلاح کردهای سوریه و بستن این قرارداد لازم است بخشی از نیروهای آمریکایی اونجا بمونن. یکی این، دومی که پریروز این داستان در حقیقت آخر هفته گذشته رو شد. وقتی که این داستان آمد و همه خبرگزاری ها تقریبا گزارش دادن، به خصوص منابع کردی گزارش دادن، گفتن که آقای مظلوم کومانی با آقای گراهام لنسی گراهام صحبت کرده، توافق کرده و خواسته که صراحتا دولت آمریکا و آقای ترامپ بیاد از این پشتیبانی بکنه و ضمناً اعلام کردن و به همین دلیل الان این موضع آقای چاوشاوغلو مقدار قابل تعجبه، اعلام کردن که آمریکا قبل از اعلام شدن این توافق، یعنی باز شدن و آشکار شدن این توافق، هم به روسیه هم به ترکیه خبر داده که در چنین چیزی در کار است. و ظاهرا اون موقع نه ترکیه عکس العمل نشون داده نه روسیه عملا عکس العمل نشون داده. الان این عکس العمل رو نشون داده ترکیه، ولی فکر میکنم که به اصطلاح عواقب چندانی نداشته باشه. عملا همون زمان که آمریکا داشت خارج میشد از منطقه، کردها بسیار نگران بودند و به نظر میرسید که ترکیه خوشحال است از این مسئله. در نهایت الان اگر درگیری اونجا اتفاق بیفته، منافع اقتصادی آمریکا هم اونجا در میان هست. منافع اقتصادی آمریکا هست. حتی این شرکت یه شرکتی است که ظاهرا با
نظامیان آمریکا خیلی رابطه داره، این شرکتی این قرارداد گذاشته. علاوه بر این، مثل اینکه آمریکایی ها مایل هستند که این ترک ها واقعا کرد های شمال سوریه واقعا یک منابع به اصطلاح مالی داشته باشن با این نفت، ظاهرا نیروهایی هم هستن که میگن اصلا ضروری بود این قرارداد، چون این به اصطلاح حوزه های نفتی تا به حال خیلی به صورت ابتدایی کردها بیرون می آوردن و یک به اصطلاح وضع خطرناک محیط زیستی در اون منطقه به وجود اومده بود، چون نه لوله ها کار می کرد، نه به اصطلاح وسائل و کارخانه‌ای در کار نبود. عملا این نحوه استخراج نفت به صورت ابتدایی اون منطقه رو به اصطلاح آلوده ساخته بود، چون این نفت رو در می آوردن کردهای سوریه، بخشش رو حتی می دیدن به رژیم سوریه، بخشش رو می دیدن به کردهای عراق. ولی الان بعضی ها میگن بستن این قرارداد باعث خواهد شد که استخراج این نفت و حتی تصفیه این نفت به صورت علمی تری صورت بگیره و یه مقدار از فجایع محیط زیستی جلوگیری بکنه. ممنونم از شما آقای سعدزاده، معذرت میخوام وقت بیشتری نداریم. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. قربان شما. نگاه دوباره به مهمترین عناوین خبری روز. وزارت بهداشت ایران با هشدار درباره شیوع همزمان کرونا و آنفولانزا در فصل پاییز گفته کنکور سراسری یا باید تابستان برگزار شود یا اصلا برگزار نشود. وزارت دفاع افغانستان میگوید بعد از 22 ساعت درگیری هر 10 مهاجمی را که به زندان شهر جلال‌آباد در شرق این کشور حمله کرده بودند از پا درآورده. مأمورهای محلی از کشته شدن دست کم 29 نفر در این حمله خبر دادند. در ادامه این برنامه، افتتاح پل جدید در جنوا با یادی از قربانیان فرو ریختن پل موراندی. انتشار آمار مربوط به کشته شدن کولبران در مناطق مرزی ایران واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و کولبر نکشید به هشتگ اول ایران در توییتر تبدیل شده. همزمان ده‌ها سندیکای کارگری در ایران و خارج از ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار تغییر سیاست‌های حکومت ایران در برخورد با کولبران شدند. بر اساس آمار نهادهای مدافع حقوق بشر، سال گذشته 79 کولبر کشته شدند، اکثرا بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران. ریحان مظاهری گزارش می‌دهد. کولبران، آنهایی که سهمشان از اشتغال همین بارهای سنگینی است که بردوش میکشند، هرچند از نظر حکومت ایران قاچاقچیانی هستند که باید با آنها برخورد شود. کولبری تنها راه درآمد بسیاری از ساکنان مناطق مرزی غربی و شمال غربی ایران است، افرادی که جانشان را برای لقمه نان کف دست میگذارند و راهی مسیرهای صعب العبور میشوند، راهی که اگر از عوامل طبیعی مثل سقوط از کوه و صخره، سرمازدگی و یا گیر افتادن زیر بهمن جان سالم به در برند، انفجار مین‌های موجود در منطقه و یا شلیک نیروهای نظامی و مرزبانی ایران جانشان را می‌گیرد. آماری که سازمان حقوق بشری هنگاب منتشر کرده نشان می‌دهد در یک ماه گذشته دست کم 20 کولبر کشته یا مجروح شدند که دلایل مرگ 5 نفر از آنها شلیک مستقیم نیروهای امنیتی بوده. این هم آمار کولبرانی که در 6 ماه گذشته کشته شدند. 115 کولبر کشته و مجروح شدند. از این 115 کولبر 33 کولبر جونشون را از دست دادن، 82 کولبر مجروح شدن. در میان 33 کولبری که جونشون رو از دست دادن، 27 کولبر به واسطه تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی و همچنین واحدهایی از سپاه پاسداران جونشون رو از دست دادن. آخرین مورد آن پنج شنبه گذشته بود، وقتی که وزیر محمدی کولبر اهل روستای هشمر از توابع شهرستان سلاس باباجانی کشته شد. مرگی که جرقه‌ای شد تا کارزاری در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ کولبر نکشید راه بیفتد. هشتگی که از روز گذشته تا لحظه تنظیم این گزارش ترند اول توییتر بوده و بازتابی گسترده در بین کاربران این شبکه اجتماعی داشته. کاربرانی که خواهان توقف روش مقابله نیروهای امنیتی و مرزبانی ایران با آنهایی هستند که به دلیل بیکاری شغلشان شده کولبری. 80 سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا هم با انتشار بیانیه‌ای به سیاست‌های حکومت ایران در ارتباط با وضعیت کولبران اعتراض کردند. در بخشی از این بیانیه آمده حکومت ایران برای نگه داشتن مردم این منطقه در وضعیت بی‌ثباتی و فلاکت مانع از توسعه اقتصادی منطقه شده و همین امر بیکاری گسترده و رو آوردن مردم به کارهایی مثل کولبری را سبب شده.
افزایش آمار کولبران کشته شده به حدود 4 سال پیش برمیگردد، زمانی که نیروهای سپاه پاسداران به دلایلی که گفته شد امنیتی است کنترل مرزهای منطقه را در اختیار گرفتند. بعد از آن هم دولت با ارائه طرحی به عنوان رسیدگی به وضعیت کولبران گذرگاه‌های منطقه را در اختیار گرفت و با صدور مجوز و کارت‌هایی به صورت گزینشی به تعدادی از کولبران اجازه رفت و آمد محدود داد. ما بین 150 تا 180 هزار نفر در خطوط مرزی استانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به شغل کولبری مشغولند که این از مرز از اورامانات ادامه پیدا میکنه تا به نوار مرزی ماکو و چالدران میرسه. کولبری برای ساکنان مناطق مرزی کردستان تنها راه درآمد است. آنها چاره‌ای ندارند جز کنار آمدن با سایه مرگی که گام به گام در تعقیبشان است. ممنوع مرز، نمیدونم واسه اقتصاد کشور ضرر داره. خب باشه، منم موافقم. واسه اقتصاد ضرر داره، پس ما چیکار کنیم؟ مگه من ایرانی نیستم؟ مگه حق ندارم تو روین خاک و آب اشتغال زایی کنم واسمون؟ ما هم مرز نمیکنیم. ولی خدا وکیلی اگر شبی 3 نفرمون بکشیم مجبوریم بازم بریم مرز کنیم. ریحان مظاهری، بی بی سی. مسعود کوردپور از آژانس خبری مکریان از سنندج با ما هست. آقای کوردپور، چقدر این هشتگی که به راه افتاده ممکن است به هر حال تغییر در وضعیت کولبران ایجاد بکنه؟ به هر حال تلاشیه که افکار عمومی داره انجام میده و افکار عمومی تحت تأثیر وضعیت کولبرها قرار گرفته. آماری که هر روزه اعلام میشه که با مصیبت‌های مختلف در فصول مختلف روبرو میشن و این افکار عمومی جامعه رو تحت تاثیر قرار داده، ذریعه دار کرده و به هر حال مردم دارن متاثر میشن و واکنش نشون میدن به این وضعیت کولبرها که هر روز در مناطق مرزی متاسفانه یا جونشون از دست میدن یا مجروح میشن و نشون میده که وضعیت اقتصادی اینا خیلی بده با توجه به وضعیت اقتصادی منطقه که هر روز تورم بیشتر میشه، گرانی بیشتر میشه، محرومیت منطقه خیلی زیاد هستش. این افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار داده. آقای کوردپور، در شبکه‌های اجتماعی وقتی این بحث و هشتگ کولبر نکشید داغ شده بود، برخی هم اشاره میکردن که نه، نباید نادیده بگیریم که از همین موادی داره قاچاق اسلحه و مواد مخدر انجام میشه. آیا اینطوره؟ نه، فکر نمی کنم. اگه این هم حالا باشه، خیلی درصد بسیار ناچیزی هستش که نمیشه اینو به صورت کلی بیان کرد که کار اینا کولبرا این باشه که این موارد رو وارد کنن. این فکر میکنم که اولا ریسکش خیلی زیاده که بخوان اسلحه وارد کنن یا مواد بسیار خطرناکی رو وارد کنن و فکر نمی کنم واقعیت داشته باشه. ما بگید که بیشتر چی وارد میکنن؟ بیشتر بلورجات وارد میکنن، LCD وارد میکنن، وسایل الکتریکی وارد میکنن، مواردی که در بازارهای ایران وجود داره. در بانه که شما مستحضر هستی که تمام شهروندهای ایران از مشهد و زاهدان میان بانه خرید میکنن، مواردی که در پاساژهای بانه وجود داره همین مواردی هستش که کولبرها دارن وارد میکنن، یا در سایر شهرهایی مثل سردشت یا بانه یا مثلا مریوان و اورامانات و اینا شما نگاه کنید در بازار این شهرها موادی ازش که مورد نیاز مردم هست و خود مقامات و مسئولین هم دارن اینو میبینن. چیز قاچاقی که وجود نداره، این ناشی از بیکاری منطقه هست متاسفانه که مردم روی آوردن و هر روزم بیشتر میشه این پدیده. یعنی راه حلی تا حالا ممنون آقای کوردپور. ببخشید وقت بیشتری نداریم. مسئول کوردپور از آژانس خبری مکریان هستند. اما در ایتالیا، شهر جنوا پل جدیدی رو افتتاح کرده، جایگزین پلی که 2 سال پیش سقوط کرد و 43 نفر در اون کشته شدند. سازه جدید طرح معمار سرشناس رنزو پیانو که خودش اهل جنواست. تحقیق درباره سقوط پل قبلی قرار به زودی به پایان برسه و انتظار میره سال آینده محاکمه متهمان شروع بشه. گزارش ببینیم از مارک لوئن. بزرگ داشتی برای قربانیان فاجعه جنوا. The final piece by the renowned آخرین قطعه ساخت ennio morricone، آهنگساز نامدار ایتالیایی که پیش از مرگش ماه پیش نوشته شد، برای یادبود 43 جان باخته سقوط پل 2 سال پیش، یکی از بدترین فاجعه های زیرساختی ایتالیا در تاریخ معاصر. این قطعه برای شهری اجرا می شود که هنوز سوگوار است. اوه دیو، اوه دیو،
11:36 دقیقه صبح 14 اوت 2018 برج موسوم به شماره 9 در پی گسستن ساپورت فرسودش فرو می‌ریزد و بیش از 200 متر از پل موراندی سقوط می‌کند. رانندگان و ساکنان زیر نماد شهرشان له می‌شوند. معمار اهل جنوا رنسو پیانو خالق آسمان خراش شارد لندن و مرکز پومپیدو در پاریس است و افتتاح پل قدیمی را در سال 1967 به یاد می آورد. پل موراندی برای من یک نمونه عالی از مهندسی جسورانه بود. همه دوستش داشتن ولی یک ذره هم از شکنندگیش می ترسیدن. پل ها هیچ وقت نباید سقوط کنن. پل ها حق ندارن سقوط کنن. پل پیانو کشتی را مجسم می کند که در گذار از این شهر بندری است با سنسورها و ربات‌هایی که سلامت پل را کنترل می کند. 2000 پنل خورشیدی هم انرژی پل را فراهم می کند. اما این از درد بازماندگان کم نمی کند. جورج روبیانو روز فاجعه قرار بود تولد برادرش را جشن بگیرد. برادرزاده 8 ساله‌اش جوانترین جانباخته آن روز بود. انگار که قلبم دو تکه شده باشه و یه تکش گم شده. این پل جدید با خون برادر و برادرزاده و خواهر من و 40 نفر دیگه ساخته شده. چیزی برای جشن گرفتن نیست. شرکت تعمیر و نگهداری پل قدیمی و دولت‌های پی در پی به سالها قصور با وجود هشدار درباره فرسودگی فولاد متهم شدند. 71 نفر تحت تعقیب هستند و محاکمه قرار است به زودی شروع شود. È assolutamente comprensibile il fatto che si cerchi di trovare. کاملا قابل درکه که مردم خواهان عدالتند و در اسرع وقت. ما نهایت تلاشمون رو خواهیم کرد با منابع و تکنولوژی که داریم. برای کسانی که خانواده، خانه و کارشون رو از دست دادن و برای تمام شهر جنوا. این فاجعه فراتر از پل موراندی توجه را به زیرساخت‌های فرسوده این کشور جلب کرد. در سال‌های اخیر پل‌های دیگری هم در ایتالیا که اقتصادش راکت شده سقوط کردند. ولی حالا این امید هست که بازسازی هم بتونه آثار گسترده‌ای داشته باشه. نشون بده که پروژه‌ها میتونن با سرعت و بهره‌وری تکمیل بشن و غرور رو به مهندسی ایتالیا برگردونن. ایتالیا میتونه چنین چیزهایی بسازه. نمیفهمم چرا باید منتظر یک تراژدی باشیم که دست به کار بشیم. شکافی در دل شهر حالا پر شده، اما التیام زخم زمان می‌برد. مارک لوین، بی بی سی نیوز، جنوا. ممنون که همراه ما بودید و بی بی سی فارسی را انتخاب کردید.